من اینو قبلا توی پلاتوی که قبل از صحبت ما پخش میشه گفتم که شاید مهمترین مشکلی که بیننده ها دارن که بهتونم گفتم اینه که یه جای کارشون نیاز به زیرنویس داره یا نیاز به تایتل داره، آیا واقعا استاندارد خاصی وجود نداره که هر شکلی که، یعنی هر کسی یه جور میفرسته، یکی تایتل رو وسط گذاشته، یکی چپ، یکی راست، یکی بالا، نوشته ها بعضی وقتا اصلا یه فیلمی میاد که مثلا به یه لهجه و زبان دیگه است، بعد اصلا قابل خوندن نیست یا ریزه یا رنگش، اینا یه استانداردی داره، یه آموزشی داره که ما معمول میشیم به اون بودیم؟ به طب هر چیزی که توی مقوله تصویر میخواد بگنجه برایش قواعد و قوانین نوشته شده. حالا به اینها چیزای استانداردی هستن که من یه بخششو خدمت شما و بینندگانتون میگم، ولی خب بعضا پیش اومده که خیلی از فیلم ها یا افراد حرفه‌ای اومدن قوانین رو شکستن، ولی بهتر در ابتدا برای اون فیلم سازانی که برای دن کارشون رو شروع میکنن و میخوان فیلم سازی رو به صورت جدی دنبال کنی، اول با این قوانین استاندارد شروع کنیم. پس از این استاندارد زیرنویس در فیلم، بله، من اگه بخوام یه ذره قبلتر بگم، این که ما کارگردان فیلمی ساخته و حالا میخواد به این مرحله رسیده که برای این فیلم تیتراژ بزنه و داخل فیلم یه سری عناوینی از آدمی که باشون مصاحبه کرده یا نکاتی که لازمه بهش اشاره بشه به صورت تکست بخوام شروع کنم، خب به طب شروع فیلم که ما معمولا توی کشور خودم با یه به نام خدا یا چیزی مشابه با این شروع میکنیم، در با توجه به اینکه خب به هر حال تمرکزشون بر فیلم مستند هست، خب به طب خیلی از عواملی که ما در فیلم داستانی داریم در فیلم مستند نداریم، پس خیلی وقتا میشود در شروع فیلم به عنوان فیلم حالا یا بعضا اشاره به اسم کارگردان بشه که این عنوان هم باز در حد استاندارد باشه، یعنی شما وقتی برای تلویزیون کار میکنید با یک فاصله مناسب از تلویزیون وقتی اون عنوان رو میتونید بخونید، یعنی که عنوان اندازه استاندارد داره. خیلی هست دوستان خیلی عنوان بزرگ میزنن که بخش زیادی از تصویر رو میگیره، خب این مگر اینکه قصد خاصی باشه، وگرنه در شکل استانداردش این اشتباه، یا خیلی ریز باشه که قابل خواندن نباشه. آقای مهران مثلا من یادم یه فیلم اومده بود که سفید بود، بعد زمینم خودش روشن بود، اصلا نمیتونستیم. معمولا باید کنتراست رعایت بشه، یعنی اگر ما در بکراند سفید داریم کار میکنیم حتما از عناوین با رنگهای تیره، مشکی، قهوه‌ای، سرمه‌ای اینا استفاده کنیم، اگر در بکراندهای روشن به طب رنگ های عنوانتون رنگ های تیره باشن، باید این کنتراست در بیشترین حالت باشه که قابل خواندن باشه. حالا ما میرسیم به این که توی فیلم با یک فرد مصاحبه شده و قرار اسم این فرد حک بشه در کنار فیلم. ما در تمام نرم افزارهای تدوینی که به هر حال دوستان کار میکنن یه بخشی توی اون تنظیمات اون نرم افزار داریم که بهش میگن سیف اریا، یعنی منطقه امن، منطقه که شما میتونید تو اونجا مطمئن باشید که عنوانتون یا بخشی از تصویرتون خورده نمیشه، چون به هر حال در سیستم های پخش یه بخش یه چند درصد از گوشه های تصویر همیشه از بین میره، پس ما اگر از اون تبعیت کنیم همیشه عناوین رو در محدوده داخل اون محوطه امن باید قرار بدیم، یعنی به لبه ها هیچ وقت نزدیک نشه و معمولا در یک سوم پایین تصویر قرار میگیره تایتل ها، یعنی به عنوان کسی که ما فارسی زبانی معمولا تایتل ها سمت راست در یک سوم پایین قرار میگیره. حالا مثلا اگه شما چپ تصویر بودین و تو شات هم هستین باز باید پایین اسم خودتون بیاد دیگه، این که چیز مسلمه. ببین معمولا کم پیش میاد شما در یک تایتل دو تا اسم بذارید، یعنی اگر دو نفر هم دارن صحبت میکنن شما روی پلان اون فرد مورد نظر که میایید اسم اون میاد زیر تصویرش. دقیقاً بسه. ولی میگم به خاطر اینکه این استاندارد شما به عنوان کسی که داریم فارسی صحبت میکنیم و فارسی از راست نوشته میشه معمولا تایتل ها در تلویزیون به زبان فارسی سمت راست تصویر گذاشته میشه و معمولا میگم یک سوم پایین تصویر. ما فیلم داشتیم از مشهد، حالا اسم فیلم رو نگم، اینکه بالای تصویر تایتل رو زده بودن. ببینید این به طبع استاندارد نیست دیگه، میگم این مصطلح نیست. حالا میگم ممکنه یک فردی، یک کسی در یک جایی یه فیلم بسازه بخواد این قوانین رو بشکنه، ولی خب میگم معمولا برای افرادی که تازه کارن بهتره که قواعد رو رعایت کنن. بله
بعض وقتا توی فیلم ها پیش میاد که یک با کسی مصاحبه میشه یا یک بخشی از یک فیلمی استفاده میشه که به یک زبان دیگری هست و ما قراره توی اون از زیرنویس استفاده کنیم، یعنی که به زبان انگلیسی ما میخوایم زیرنویس فارسی بزنیم برای مخاطب. به طب این هم باید به اندازه استاندارد باشه، ترجیحاً جملات به طور جدا جدا گذاشته بشه بر اساس اون جمله‌ای که طرف داره میگه، اون جمله رو کامل بنویسیم. بعضی وقتا پیش میاد سه خط زیرنویس پشت هم، خب این اشتباهه، هم در خوانایی اشکال ایجاد میکنه و هم که حجم زیادی از تصویر رو میگیره. اون هم به هر حال اندازش به این بر این اساسه، من واقعا اندازه فونت خاصی یا عدد خاصی رو نمیگم، به این دلیل که به هر حال همه ما وقتی مقابل تلویزیون میشیم یه فاصله میگیریم و اگر بتونیم اونو بخونیم اون میتونه استاندارد ما. حتما هم باید این قاعده رو رعایت کنیم، مخصوصا توی بحث زیرنویس یا تایتل. خیلی وقتا پیش میاد به هر حال اون تصویر متحرکه، ما میگیم مثلا زیرنویس سفید میزنیم روی تصویر، خیلی وقتا پیش میاد در پس زمینه یه تصویر با رنگ روشن پلی میشه که این خانای این زیرنویس ما رو به اشکال ایجاد میکنه. بعضی وقتا یه استروک یا یک لاین با رنگ متفاوت و متضاد داده میشه به بعضی از زیرنویس ها و تایتل ها که برای خانایش خیلی کمک میکنه. یا مثلا اگر ما یه تایتل سفید داریم میزنیم زیرش یک نوار مشکی میذاریم یا معکوس که اون تایتل خونده بشه. به هر حال ما اون رو به این دلیل داریم میذاریم که مخاطب ما بخونه، یعنی باید تمام تلاشمون رو بکنیم که در بهترین نحو خونده بشه. درست. بعد فرمودین که اگه بخوایم اسم فیلم رو اول بیاریم یا تیتراژ پایانی در این مورد هم؟ حالا این من در مورد فیلم ما در تیتراژ پایانی معمولا میگم در بخش فیلم های مستند عناوین بعضا به واسطه اینکه پژوهشگر داره عواملی که هستن زیاد هستن ما اینها رو به انتها منتقل میکنیم که یک شکل استانداردش اینه که به صورت رول تمام اسامی میاد که باز دوباره تاکید میکنم اندازه این باید اندازه متناسبی داشته باشه، نه خیلی نوشته ها بزرگ باشه نه خیلی کوچیک که غیر خوانا باشه. به نکته خیلی مهم که میشه بهش اشاره کرد اینکه زمان تیتراژه و اون اینه که ببینیم مثلا در فیلم‌های سینمایی حدوداً 5% زمان فیلم حتی بعضی وقتا کمتر به تیتراژ اختصاص داده میشه، یعنی برای یک فیلم مثلا 100 دقیقه‌ای شما حداکثر 5 دقیقه تیتراژ استفاده میکنید. خیلی وقتا من پیش اومده مثلا من فیلم دیدم 4 دقیقه است و 2 دقیقه تیتراژ داره، یعنی 50% زمان فیلم تیتراژش. خب این اشتباهه. حالا به طب این قاعده 5% زمان توی فیلم های کوتاه تغییر میکنه چون که به هر حال اسامی ممکنه بیشتر باشه، ولی من پیشنهادم اینه که 10-15% بیشتر نباید بشه، یعنی برای فیلم 10 دقیقه‌ای یه چیز هول و هوش 1 دقیقه حد اکثر 1 دقیقه و 20 ثانیه تایم مناسبیه که تیتراژ داشته باشه و اینو به هر حال قاعده ایه که باید در نظر گرفته بشه و رعایت بشه. حالا اونجایی که اسم فیلم میاد اونم زمان خاصی داره، یعنی 5 ثانیه توقف 10 ثانیه است. ببینید این اسم فیلم و اون حالا این سوال خوبی کردید، اون تایتل هایی که ما میزنیم زیرنویس ها، حالا زیرنویس ها چون بر اساس دیالوگ های اون افراد هست و بر اساس اون تنظیم میشه خب خیلی دست ما نیست، ولی اون چیزی که دست ماست مثل عناوین فیلمه، مثل اسم بازیگره یا کارگردانه یا هر یا تایتل اسم یک فرده، معمولا استانداردش اینه که 2 برابر زمانی که شما مثلا یه اسمی رو میخونید یه زمان مثلا میشه 2 ثانیه. درست. ما تو سینما میگیم 2 برابر این زمان، یعنی 4 ثانیه شما این مکس کنید و اینو از روی تصویر بردارید. مثلا امیر مهران کارشناس اگه الان من 3 ثانیه است ولی 6 ثانیه بعد بمونه. دقیقاً با یه سرعت متعادل، حالا نه خیلی کند نه خیلی تند، به هر حال اینکه شما یک بار اونو میخونید 2 برابر اون زمانی که طول میکشه بخونید و یعنی میشه گفت 2 بار میخونیمش و کافیه. خب
خب از زمانش رو گفتیم، شروع و پایان هم گفتیم و امیدوارم با این توضیحات کاملی که شما دادین دیگه از این به بعد تایتلایی که دارید توی فیلماتون دچار اشکال نشه، چون واقعا نمیدونیم ما چقدر سر این مسئله مشکل داشتیم، که البته پخش شبکه مستند سعی میکرد همکاری بکنه ولی بالاخره یه جاهایی برای اونا هم درد سر میشه. بله. خیلی ممنون آقای مهدی. خواهش میکنم. برنامه بعدی هم ببینمتون. در خدمت. خیلی ممنون.